سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز سه شنبه 19 ثور سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 9 ماه می سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، کارشناسان عمل بر آن را به نفع هر سه کشور می خوانند. در نشست سه جانبه اسلام آباد تاکید روی مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی صورت گرفت. متمایز خوانده شدن نظریات در مورد سهم چین در بخش اقتصاد افغانستان، اما کارشناسان اقتصادی خواهان دقت در قراردادها با این کشور هستند. و افزایش بی پیشینه حملات مسلحانه برای نخستین بار در آمریکا. هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. در اعلامیه نشست سه جانبه وزرای امور خارجه افغانستان، پاکستان و چین روی مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی تاکید صورت گرفت. اعلامیه اضافه می کند که به شمول تحریک طالبان پاکستانی و تحرک اسلامی ترکستان شرقی به گروه های مشابه باید اجازه دادن نشود تا امنیت منطقه را با تهدید روبرو سازند. کارشناسان امور تعهدات انجام شده در جریان نشست اسلام آباد را مهم خوانده و اضافه می کنند که عملی سازی تعهدات یاد شده برای منافع هر سه کشور مأثر تمام گردد. نشست سه جانبه وزرای امور خارجه افغانستان، پاکستان و چین که سه روز قبل به میزبانی پاکستان در اسلام آباد صورت گرفت، در آن روی مبارزه با تروریسم و همکاری های سیاسی و اقتصادی بحث گردید. در اعلامیه نشست سه جانبه یاد شده که ناوقت شب گذشته به نشر رسید آمده، هر سه وزیر تعهد نموده که به شمول تحریک طالبان پاکستانی و حرکت اسلامی ترکستان شرقی به سایر گروه ها اجازه نمی دهند تا جناحی را علیه منافع و امنیت منطقه و جهان به خاطر ضرر رسانیدن استعمال نمایند و یا هم فعالیت های تروریستی را انجام دهند. در اعلامیه به شمول کشورهای همسایه، ثبات افغانستان به سود منطقه و جهان خوانده شده و به خاطر رسیدن به این هدف روی همکاری های سه جانبه تاکید صورت گرفته است. درې واړو لورو د دې پر ضرورت ټینګار وکړ چې هیڅ پرد ډلې یا ګوند تحریک طالبان پاکستان او شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ په شمول او نورو ته اجازه نه ورکوي چې د کوم لوري قلمرو د سیمې امنیت او ګټو ته د زیان رسولو او ګواښلو لپاره وکارول شي یا تر هکریز فعالیتونه او کلنی تر سره کړي. وزرای خارجه هر سه کشور تعهد به همکاری و هماهنگی در بخش تحکیم امنیت، جرم های سازمان یافته و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نموده. آنان از جامعه جهانی هم خواستند که در بخش های یاد شده همکاری های دو جانبه و چند جانبه را تقویت بخشد. درې واړو خواوو هوډ وکړ چې د مقابل درناوی، مساوي مشورو او متقابلو ګټو پر بنسټ به امنیتی، پراختیایی او سیاسی برخو کې خپل همکاري لا ژور او پراخ کړي. درې واړو خواوو د هغو امنیتي ننګونو سره د مقابلې پر اړتیا تاکید وکړ چې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښوي او د ټولې سیمې پر ثبات او اقتصادي هوساینې مستقیم اغیزه کوي. کارشناسان امور نشست سه جانبه یاد شده را در اسلام آباد به دلیل مفید می خوانند که کشورهای اشتراک کننده در رابطه با نگرانی ها و تشویش های خود به یکدیگر اطمینان دادند. مسئله تی تی پی، مسئله غورا اونجا از سوی وزرای خارجه پاکستان و چین مطرح شد. من فکر میکنم که یک اطمینان بود که کابل به اسلام آباد به بیجینگ داد که ما برای از بین بردن تروریسم و هر گروه متخاصمی که در افغانستان بتونه قد علم کنه و از اینجا کشورها نشانه بگیره، ما آماده هستیم و هیچ جایی نمیگذاریم که اینا بتونن به فعالیت های مخربانه خود دست پیدا کنند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان دیگر به نشست سه جانبه و بحث های انجام شده در اسلام آباد خوشبینند، اما تاکید می کنند اگر نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در این نشست به تعهدات خود عمل نمایند، باور میان این سه کشور در بخش تعاملات بیشتر افزایش خواهد یافت. که چیری مقابل لور یا منگه تاسولی دلی چه پاکستان زیادتر وقت په خپل تعهداتو کې صادق نه وي، که صادق پاتې شي درې اړخونه زه فکر کوم د افغانستان، پاکستان او همدارنګه چین په اړیکو باندې او د سیمې په امنیت باندې مثبت اغیز لرلی شي.
در حالی که اتهامات تمویل و پرورش تروریستان بر پاکستان و دسترسی احتمالی چین به منابع افغانستان وجود دارد، کارشناسان در مورد آن از حکومت سرپرست می‌خواهند که با کشورهای یاد شده روی هر نوع تعهد دقت نماید. ترس حکومت طالبان در این مورد عقلانی فکر کند، قراردادهایی که باید دو کشور می‌بنده در راستای تامین منافع افغانستان باشه، در راستای تامین منافع منطقه و جهان باشه، تا یک دو کشور یا کشور مشخص. در جریان نشست انجام شده سه جانبه در اسلام آباد، علاوه از همکاری های مشترک سیاسی و اقتصادی، روی مبارزه با تروریسم در حال تاکید صورت می گیرد که حکومت سرپرست افغانستان همیش از پیش نشدن تهدید از خاک این کشور به منطقه و جهان اطمینان داده و در مقابل از کشورها نیز خواسته که با در نظر داشته اصل احترام متقابل با افغانستان در قسمت تعامل پیش قدم شوند. نظریات در مورد سهم چین در بخش اقتصاد افغانستان متمایزند. کارشناسان اقتصادی میگویند که چین در سکتورهای مختلف افغانستان مایل به سرمایه گذاری اند، اما پیشنهاد میکنند که با در نظر داشته سهم چین در برخی از کشورها باید در قراردادها با این کشور توجه صورت گیرد. بر اساس معلومات در 1.5 سال گذشته چین در برخی از سکتورهای افغانستان برزش 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. سهم اقتصادی چین در برخی از سکتورهای افغانستان بعد از تحول سیاسی چینایی ها و سرمایه گذاران این کشور در معادن، میدان هوایی و پارک های صنعتی افغانستان به ارزش 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند، اما نظریات در مورد سهم چین در بخش اقتصادی افغانستان متمایزند. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در حال حاضر سرمایه گذاری سرمایه گذاران چینایی در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است. شرکت های یاد شده سابقه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را دارند، کشورهای مانند کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و جهان عرب. با کمپنی های خارجی در عرصه های استخراج و پروسس معادن، عرصه خدمات در میدان های هوایی و اعمار پارک های صنعتی قرارداد انجام شده که کار عملی از او آغاز گردیده، که ارزش مجموعی این سرمایه گذاری ها به 2 میلیارد دلار میرسد. همچنان نسلی نمودن گمرکات و سایر بخش ها نیز قراردادهای درآینده نزدیک با کمپنی های خارجی امضا و کار عملی آنها آغاز میشود. چین در معدن مس عینک، قشقری و چاهای آب برای سرمایه گذاری قراردادها را با افغانستان به امضا رسانیده. خواستیم تا در مورد توافقنامه های چین در بخش معادن نظر وزارت معادن و پترولیم را با خود داشته باشیم، اما همایون افغان سخنگوی این وزارت حاضر به ابراز نظر در این زمینه نگردید. کارشناسان اقتصادی میگویند که چین در برخی از کشورها از وضعیت نادرست سوء استفاده کرده و قراردادها با این کشور باید با دقت بررسی و نظارت گردد. وګورې د چین او یا هم د نورو اقتصادي قدرتونو پنګونې په ځینې هیوادونو کې د تیر تاریخو څخه یا هم د نورو هیوادونو څخه چې اقتصادي تړونونه لاسلیک شوي دي، د هغه څخه داسې جوتیږي چې اقتصادي سانسور لاندې هغه سیمې ساتي. نو باید حکومتونه باید په کار ده چې دغه ټکي ته توجه وکړي، باید په کار ده چې خپلواکي حفظ شي. نور زما په ګمان باندې کوم خطر احساس نه کیږي، تنها او تنها اقتصادي خپلواکي تر سوال لاندې راوستل یې نه دي پکار. نظریات این است که یک بخش از سرمایه گذاری چین در افغانستان لیتیم است که در حدود 3 تریلیون دلار ارزش دارد و گفته می شود که باید در قراردادها با چین منافع دوامدار جستجو گردد. تازه من در لیتیم پا برخه که در چینی سوداگر و در چینی شرکت او رو چی لیتیم در افغانستان رو باسی گوره، در افغانستان لیتیم در 3 تریلیون دلار سخه دیجی ارزخت داری، یعنی در کم اندازه پیسی ندی. او څنګه چې ما صرف دغه لیتیم برخه کې ولوستل، معلومات مې وکتل، هغه د افغانستان سهم پکې په لومړیو کې 0% دی چې وروسته بیا تر قلار قلار تر 15% پورې ځي. دا هغه ابتدایي معلومات دي، یعنی جزئیات لا نشته دی. د خپل لوري څخه داسې یو تعهدات د چینی طرف څخه واخلي چې په آینده کې افغانستان په هغې باندې منحصر پاتې نه شي، بلکې وخت کې چې موږ کله د سرمایه ګذارۍ خبره کوو، هغه باید هغه هاست کنټري یا هغه کوربه هیواد ته په اوږد مهال کې ګټه ورسوي. با گفته معاونت اقتصادی ریاست الوزراء، بعد از چین بسیاری از کمپنی های بزرگ جهان در ظرف 2 سال در سکتورهای مختلف افغانستان به ارزش 10 میلیارد دلار تمایل به سرمایه گذاری نشان دادند. اما امارات اسلامی میگویند که شرایط امنیتی کنونی افغانستان برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مساعد است و با آنان در هر بخش همکاری صورت خواهد گرفت.
بعد ده‌ها سرمایه گذار خارجی در افغانستان سرمایه گذاری نمودند. وزارت صنعت و تجارت میگوید سرمایه گذاران خارجی برزش نزدیک به 10 میلیارد دلار در افغانستان تعهد به سرمایه گذاری نمودند که تا اکنون 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردند. از سوی دیگر اتاق سرمایه گذاری خواهان فرهمسازی سایر سهولت ها به تاجرین و سرمایه گذاران در افغانستان است تا سرمایه گذاران بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در این کشور داشته باشند. سرمایه گذاران خارجی به ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کردند. وزارت صنعت و تجارت می گوید از نزدیک به 2 سال گذشته بدها شرکت جهانی در بخش های مختلف در افغانستان به ارزش نزدیک به 10 میلیارد دلار تعهد به سرمایه گذاری کرده که تا اکنون به ارزش 2 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری نمودند. کشور برای سرمایه گذاری خارجی زمینه مساعد گردیده که از 1.5 سال گذشته به ایسو بدها کمپانی بزرگ خارجی خواستار سرمایه گذاری در حدود 10 میلیارد دلار در سکتورهای مختلف گردیده که در بخشهای معادن، زراعت، برق انرژی، ترانسپورت، سرمایه گذاری در شبکه‌های کوچک و متوسط، اسیر نمودن گمرکات، ارزای خدمات در میدانهای هوایی، ترانزیت، ایجاد پارکهای صنعتی و خط آهن است. شرکت‌های یاد شده سابقه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را دارند، کشورهای مانند کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و جهان عرب. با کمپانی های خارجی در عرصه های استخراج و پروسس معادن، عرصه خدمات در میدان های هوایی و اعمار پارک های صنعتی قرارداد انجام شده به کار عملی از او آغاز گردیده که ارزش مجموعی این سرمایه گذاری ها به 2 میلیارد دلار میرسد. از سوی دیگر اتاق صنعت و تجارت میگوید که هنوز هم سرمایه گذاران خارجی علاقمند هستند که در افغانستان سرمایه گذاری نمایند، اما مقامات باید در کنار حل مشکلات بانکی در بخش انتقالات پول نیز باید کار کنند. افغانستان د کنګل سو پیسو مشکل دی چې د افغانستان پر ټول ابعاد پر تجارتي ابعاد او پر کاروبار پر ابعاد باندې ډیر سخت تاثیر کوي. موږ ارزو دغه چې موږ د کنګل سو پیسې برته باید افغانستان ته ورکول شي. د هغه مکلفیتونه چې د افغانستان د سوداګرۍ د خونې پیشنهاد سوی دی او پیشنهاد په مکمل ډول د افغانستان د اقتصادي شورا ته، د افغانستان رئیس الوزرا ته ټولو ته وړاندې سوی دی او پر هغه باندې کار سوی دی. د جناب حنیفي صاحب محترم تر نظر لاندې نو ان شاء الله په ډیر راتلون کې موږ هغه مشکلات چې په فرمالیاتو کې درلودل هغه به ان شاء الله حل شي. تاجرین میگوید که در شرایط کنونی سرمایه گذاران خارجی علاقه به سرمایه گذاری در افغانستان دارند، اما حکومت باید در بخش بانکی و سرمایه گذاری سهولت ها را فراهم سازد. اما د صنعتکاران غوښتنه ده، امارت اسلامی ده، چارواکو څخه هم دغه ده چې باید د خام مواد افغانستان ته او چې واردېږي د هغو طرفې ډېرې د پام وړ ټیټوالی پکې راشي، او کم مواد چې پاخه مواد په داخل د افغانستان کې پروسس کېږي، بازار ته عرضه کېږي، د صنعتکارانو د خوانه د خارج نه مکمل بند شي. که چېرته بندېږي نه، باید د طرفې د هغو ډېرې لوړې شي چې موږ د خارج ملکو سره له نورو ملکو څخه چې اجناس راځي له هغو سره موږ رقابت وشو کولای. اما دا بسینه نه کوي، ځکه موږ ته ډیر مزل په کار ده. دلته ډیرې ناخوالې تیرې سوي دي، ډیر مشکلات تیر سوي دي. اول باید هر څه نه مخکې حکومت یو قوي میکانیزم جوړ کړي، یو قوي تګلاره جوړه کړي د داخلي سرمایه ګزارانو لپاره، بیا په بعدن خارجي سرمایه ګزارانو ته، ځکه دلته ډیرې ناخوالې تیرې سوي دي. او خارجي سرمایه ګزاران یو پوینټ به دا ایسې داخل کې هغه کوم تجارت دې وضعیت په کومه خوا روان ده، ځکه موږ په دې تیرو شلو کلو کې دلته بالکل تجارت نه ده سوی. وزارت صنعت و تجارت در کنار فراهمسازی سهولت ها از همکاری با سرمایه گذاران خارجی و داخلی سخن زده می افزاید. برای تولیدات داخلی در داخل و بیرون از کشور نیز بازاریابی نموده و قرار است در هفته جاری نمایشگاه تولیدات بخش های صنعتی، معدنی، زراعتی، صنایع دستی، طبی و سایر بخش ها را برگزار نمایند. برای تاکسی های شهری و روستایی رنگ جدید و معیاری انتخاب گردید. پلیس ترافیک امروز تا یک کنفرانس خبری افزود که در گذشته رنگ تاکسی ها غیر معیاری بود و تا کنون کدام کد مشخص نیز نداشت و در کنوانسیون جهانی ثبت نگردیده است. مسئولین اضافه می کنند که رنگ و کد فعلی تاکسی ها در کنوانسیون بین المللی به ثبت رسیده است. از سالها بدین سو تاکسی ها بر رنگ زرد در کشور فعالیت داشته و ثبت راجستر کنوانسیون جهانی نیز نبوده است.
پلیس ترافیک کشور امروز تا کنفرانس رنگ جدید تاکسی را معرفی نمود که ثبت کنوانسیون جهانی می باشد. از سوی دیگر مالکین تاکسی ها هم بایومتریک گردیده و با اخذ تضمین معتبر رنگ تاکسی ها در شهر و قریجات متفاوت خواهد بود. موږ د بین المللي کنوانسیون غړیتوب لرو د هغو کې کودونه دي مشخص د رنګو چې موږ داسې رنګ او کود راخستی دی چې هغه تقلیدي نه دی، کوم هیواد د هغو نه استفاده نه کوي، بلکې واحد دی چې د هغو نه به انشاءالله تعالی موږ په آینده کې استفاده کو. همزمان با این مولوی محمد نبی عمری معین نخست وزارت امور داخله میگوید ارزی خدمات معیاری از اولویت های کاری ما است و ما متحد به ارائه خدمات معیاری برای شهروندان هستیم. نامبرده همچنان اضافه می نماید که فساد در تمام پروسه های کاری از میان برداشته شده و با تغییر رنگ تاکسی ها سطح جرایم 95% کاهش خواهد یافت. فکر کنم د دې په ګټو باندې به ټول هیوادوال پوهیږي چې کچرته موږ د ټیکسیانو یو مشخص رنگ مشخصه نمبر ولرو، د هغې سره به د مشکلاتو د بې امنۍ د اختطافونو پیښې انشاءالله هم له منځه ځي، کنه په سلو کې به اته نوي یا خدای نخواسته 95 ته هغه راټیټیږي کمیږي به. در این حال رئیس پلیس ترافیک میگوید همکنون 30% انتقالات توسط تاکسی صورت گرفته و متابقی توسط وسایط شخصی صورت میگیرد که این امر مشکلات امنیتی و جنایی را به میان آورده است. دیده دقیق آمار، دیده اغا معلومات، دیده بایومتریک هم دیمو سره نشته دی چه پا امنیتی برخه که لوی استون زیرا منسته کردیده او جنایی پیخه همچنان پا دو شکل سکیگی، یو هیوادوال دیوه زای نبل زای تا انتقالیگی بلاره که دیده امنیت نخوانده کیگه که زانی او مالی خطر سده هر وقت مخامخ کیگه. رئیس عمومی پلیس ترافیک همچنان اضافه می کند روند تطبیق این دستور سر از فردا در مرکز با ولایات آغاز گردیده و برای مدت 3 ماه ادامه خواهد داشت و با پایان زمان مشخص گردیده با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شهرنشینان پایتخت از ازدحام رکشاها شاکی هستند. مردمان و رانندگان میگویند که رکشاها هم در مسیر رفت آمد دارند که تاکسی ها در آن عبور و مرور میکنند و این امر منجر به ازدحام در شهر گردیده است. اما پلیس ترافیک میگوید که رکشاها اجازه رفت آمد در شهرهای بزرگ را ندارند و روی طرح کار می نمایند که بر اساس آن رکشاها را به مناطق دوردست انتقال دهند. جاده های بزرگ شهر کابل که در گذشته مکان عبور و مرور میلی بس ها بود، اکنون رفت و آمد رکشاها در آن افزایش یافته است. مردم عام و رانندگان میگویند که ازدحام رکشاها در شهر در کنار اخلال نظم عامه کاروبار را نیز متاثر نموده است. در تکسیان در رکشی دلتا زیاتر لار بندایی که شخصی موتران دلار بندایی بدا میلی بس ډیر سہولت ده خلکو ده پاره کار کی خو بیخی نظم خصوصا په کارتنو کې بیخی نشته ده کارت نظم غوړ ترافیکونه چې باید یو جدی اقدام در رکشو پا اخلا وخلی چلک در کار نظم جور شی بگی. در این حال رانندگان رکشو می گوید که نظم را اخلال نکرده و می افزاین با کسانه که از قانون سرپیچی می کنند برخورد قانونی صورت گیرد. چه در طور از دی ترافیک کنه لوری مونگ لگ تنگوالکی گو رکشامو بند رکشامو کهت کهی شارک تیوری لس و پینزل از رزی کهت ور کهی خلق سعید شکایتونه کهی چه رکشو مزایمت جوڑ کرده رکشو لاری بنده بیروبار جوڑه خو دولت نموخته نده چه یا میکانیزم یا سیستم یا عدور تا جوله کی. شماری دیگر از مردم میگویند که اگر کشت و گذار رکشاها متوقف گردد، بیکاری زندگی آنان را بیشتر متاثر خواهد ساخت و بعید نخواهد بود که بیشتر از جوانان وارد به انجام اعمال غیرقانونی گردند. ارشکی کاروبار و دریگی دا زوانان به او کی چیشه یا به اورورا غلاکی یا به اورورا یو کار کی اورورا مجبور به زکی گم پهلا ز پیسې نه لرم ما پسې دولس پامی لاده اش پښتنه او کې سوړلای ولنه سل په سل کې سوړلای د موږ نشواله ده په دې خاطر چې وس بل کو نو وتله مثلا اماراتم نه پریدي چې زنانه مردانه ګډ و دریگی یو زنانه تناده هغه کول شي موږ ته 100 روپے راکو موږ په 100 روپے ځای ته رسو په 100 روپے رسو او چې کسی په 100 روپے هم نه وړي. اما پلیس ترافیک میگوید که گشت و گذار رکشاها در شهرهای بزرگ غیر قانونی است و روی طرح کار میکنند که بر اساس آن رکشاها را به مناطق اطرافی بفرستند. چه دغه د جمله نه و د رکشاو مشکل د چلوی خارونه د مو خراب کړی دي د دوه لپاره موګه د ولایتي ادارات سره د درجه کولاتو چې د ستونزه فعلا موجوده ده
موږ هیئت ټاکو ورته د دې دقیق هغه مسیرونه چې تر څو معلوم شي مسیرونه معلوم شي په هغو کې مشخص شمیر د دغو وسایطو تردد معلوم شي هغه ارقام مجموعا موږ راخلو هغه تایید کوو د هغو نه علاوه چې دی موږ څنګه کوو هغه بیرون د شار نه وباسو. مردم در حال از ازدحام ریکشا شکایت میکنند که شهر کابل قبلا هم به دلیل ازدحام وسایط با چالش ها روبرو بود، اما رانندگان ریکشا میگویند که در کنار مراعات نمودن نظم شهری تمام اصول را مراعات میکنند و از این طریق به خانواده های خود امرار معیشت میکنند. تیم ملی مردان ویلچر باسکتبال پارالمپیک کشور در مسابقات کسب سهمیه که در کشور تایلند میان 9 کشور را اندازی گردیده در بازی اول تیم کویت را شکست داد و در بازی دوم تیم هنگ کنگ را 77-32 شکست داد. قرار است این تیم فردا در بازی سوم در برابر کشور فیلیپین بازی نماید. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسد. سپاس شما و همکارانم، وقت بر شما خوش. الان نگهدار.